چیه؟ اینو ببین، این چیه؟ مگه تو نمیدونی امروز قرار رسمی دارم؟ ها عزیزم، تو خودت گفتی لباساتو برات تمیز بشورم، منم با وایتکس شستم، اصلا لباس شوید خرابه، بعدش هم جای نگهنی نداره که طرح پاندا گرفته، به فضلت هم میخوره. سپرایز، حالی پانده بامزه شدی. به به، عالی شد، از این بهتر نمیشه. ولی من میخوام برم سر قرار رسمی، نه جنگل. سری برو لباسام اتو کن، عجله دارم. در حال اتو کردن لباس همسری جان. اتوت خراب بود، زیاد داغ میشد. خیلی بد شده؟ نه عزیزم، خیلی بد نشده. ولی کاش به جای نقشه مغولستان نقشه ایران خودمون رو در میآوردی. راست میگی، یعنی خیلی بد نشده؟ نه عزیزم، براش سانروف درست کردی. همونجوری که شلوار پاره مود ما هم پیرن پاره رو مود میکنه. تازه الان اگه بخوام برم حجامت دیگه لازم نیست پیرنمو بکنم. اگه بخوام پشتمو بخورونم مستقیم به لایه اصلی پوستم دسترسی دارم. یا میتونم مثل رابین هود تیرامو اینجا بذارم. چهار تا آدم اسکول شاید حرف بزنن که اصلا نظر آدم ها مهم نیست. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. جلوش که سالمه، پشتش سوراخ شده که یه کت میپوشی روش دیگه چی معلوم نمیشه. اون کت توسیه رو برام بیار سری. کت مشکیه که قشنگتره. مشکی رو با مشکی نمیپوشن، توسیه رو بیار سری. سلام عزیزم، خسته نباشی، چقدر زود برگشتی، قرار امزاد خوب بود؟ خدا، ماشینو به کجا زدی؟ دیشب رفتم خرید، ماشینت خراب بود، خورد به درخت. آخه درخت تو پایز دلشون میگیره، میان تو خیابون اینجوری قدم میزنن. بابا چرا نیمه یه پر لیوانو نمیبینی؟ شاید اصلا قسمت نبود امروز بری سر کار. من توی زندگی همش دارم نیمه پر لیوانو میبینم، الان میگم خدا رو شکر نزده به یکی، وگرنه الان من سردارم میرفتم. عزیزم اینقدر هرس نخور، شاید اصلا امروز میرفتی سر کار یه ضرر خیلی بزرگ میکردی. چه ضرری بزرگتر از این؟ ساعت 7 صبح پاشدم تا ساعت 9 صبح 200 میلیون سوخت دادم، میانگین اشتباهات تو 4 حماقت در ساعت زن. عزیزم آروم باش، یه نفس عمیق بکش، دم بازدم، آشخانه رو بگیر ببر پایین، بعد بیا بالا که برات یه صابونه مفصل درست کنم. باز کن سوراخی. چه سوراخی؟ چی؟ تو دیگه چی میگی اسکل؟ ببین من امروز اصلا مصاب درست حسابی ندارم، اما پرت به پرم بگیری لپرت میکنم. زون بابا من نخندون، داری یه صندوق کمدی میکنی؟ ببین سوسو همون ترس داره، تو نداری صندوق قفلی خطر داره، چی تو نداری بابا؟ من پر رو هم با ده تاره. بابا تو اسکلی با ده تا سه، به من میگن کامیلات خراب کن، حواست باشه. ببین اینقدر روماخ من نرو، داری اندازه یه آدم زنده صحبت میکنی، الانم میتونی از گزینه فرار استفاده کنی. بابا تو واسه لات بودن 40 کیلو عضله 30 تا زخم و 20 سانت قد کم داری. ببین گوش کیلو یه جیگر سیخی. برو بابا دیو. این که گفتی یعنی چی؟ فوش به سبک اصغر فرادیه، پایان باز داره. ببین اینجوری به قیافه من نگاه نکن، من تو سریال قبلی 10 تا گندگو رو ضایع کردم. ببین زوزو، من بچه جاییم که آهو بچهش شیر نمیده، کلان به ارازلش گیر نمیده. قیافتم واسه من سروک مروک نکن، میفرستمت خونه سالمندان. ببین آخرین نفری که واسه من روداری کرد با برانکارد بردنش، با ویلچر آوردنش. بابا پشمک بونزول، تو نهایتا یه مشت رو پیاز آبگوشت زده باشی. ببین همون داستان گوسفند موسفنداست دیگه. آره اونا رو فروختی اومد اینجا؟ نه عزیزم، من کشاورزم، به کار کاشت بادمجون بودم، الانم میخوای یه بادمجون بکنم زیر دیگه. کامی خوب شد اومدی، داشتم برای گنجشکا برنج میریختم، آیتابه از دستم افتاد پایین، میشه لطفا بری بیاری؟ تو اشتباهاتت فقط قتل نداشتی که خدا رو شکر انجام دادی. ماشین خودت که خراب نیست؟ آره سالمه. سری جم کن، فقط دریم. کامی چی شده؟ میشه بگی چی شده؟ من مطمئنم ته زندگی یه تیتراژ میاد، نویسنده و کارگردان ایرج ملکی.
میدونی فرق تو با پینوکیو چیه؟ پینوکیو بعد 42 قسمت آدم شد ولی تو هنوز آدم نشد. میدونی شباهت تو با زردآلو چیه؟ جفتتون دارو نیستید ولی یبوستو خوب میکنید. میدونی شباهت تو با قوری چیه؟ هر دوتاتون فقط واسه چای دم کردن خوبی. میدونی شباهت تو با کیسه باکس چیه؟ جفتمونو باید با مشت و لگد زد دیگه، درسته؟ نه جفتتون آویزونید. میدونی شباهت تو با نمره صفر چیه؟ چی؟ جفتتونو یه آدم احمق میگیره. میدونی شباهت تو با میمون چیه؟ چیه؟ قیافتون. اصلا میدونی فرق تو با آفتابه چیه؟ فرقمون چیه؟ فرقی نداری. اصلا این نایویس کو، من میخوام آهنگ بذارم، چند تا آهنگ بذارم. چی رو آهنگ بذاری تو این وضعیت؟ جنازه اون پشت من از ترس دارم سکته میکنم، تو میخوای آهنگ بذاری؟ اصلا ماشین خودمه، پیادهشو خودم میخوام رانندگی کنم. نمیشه عزیزم، تو سست دستی، همین دیشب یه ماشینو به فنا دادی. سست دست یعنی چی؟ یعنی دستات سسته، نمیتونی محکم فرمونو نگه داری. یه چایی برام بریز، اعصابم خورده. باشه. بیا. بگو فلان تو خراب بود. ماشین خانه خرابه تو شدم، به سوی من روانه شد، سجده به عشقت میزنم، منجی جاودانه شد.